دختر بچه از روی تخت بلند میشه، شناور میشه، وسط اینا یه دختر ایرانیه که از خانوادش فرار کرده. اینا توی این ویدیو این دخترشون رو میبینن. سلام به رفقای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیوی ترسناک و عجیب غریب و فریکی دیگه. رفقا خیلی دلم براتون تنگ شده بود، خیلی تو کامنت ها میگفتید پویا سبک خودتو بذار. رفقا یه ماهی بود ویدیوهای جدید و تیکه ترسناک براتون نذاشته بودم. ببینید این چند وقته چه ویدیوهایی دارم براتون. دیگه بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. رفقا سابسکرایب کانال یادتون نره، 5K 4K 4K رو 500 اینا مونده تا برسیم به 100,000 تایی. دمتون گرم، قلب منید، خیلی ملو، بریم سراغ ویدیوهای ترسناک. جلو رفقا، ویدیو شماره 1، نگاه کنید چی میشه. نگاه کنید، مادر و فرزند، همیشه گفتم خونه هایی که یا بچه کوچولو هستوش یا مادر حامل است، خیلی پتانسیل اینو داره که این اتفاقاتوش میفته. اینه، نگاه کنید، یهو از پشت مادر چاقو برای خودش شروع میکنه به آسمون رفتن. خیلی دقت کردم، کار نخ و این داستان هم نیست، جلوه ویژه هم نیست. خیلی کامنت گذاشتید که دوباره از این مدل ویدیوها بذار. اون برای یه صدای اومد، انگار چاقو بلند شده بیاد بره تو کمر مامانه. بسم الله، به خاطر اون بچه هست. حواسش به اون بر پرت شده. تا این صحنه رو میبینه بچه رو میگیره فرار. انگار قبلش هم خبری بوده تو این خونه. فکر کنم این همون زن است که نمیدونم بچه داشت نداشت، دیوونه میشد. یه بار دیگه اینجاشو ببینیم، چاقو رو نگاه کنید. این واقعا عجیبه، اگه واقعی باشه اصلا یه اتفاق خیلی نادره. چاقو بلند میشه. خانواده هایی که باشون صحبت میکنم خیلی این چیزها رو گزارش میکنن، ولی خب آدم باورش نمیشه تا با چش نبینه. ویدیو بعد، یه بنده خدایی توی نمیدونم مالزی اندونزی رفته نصف شب قبرستون، یهو یه چیزی وسط یه قبر روشن میشه. نگاه کنید، عین روز اونجا روشن میکنه، دل یه قبرستونه. آدم بود؟ چی بود؟ نمیدونم، انگار یه جادوگر اون وسط داره یه کاری میکنه یا خود به خود روشن شده. این تو آروم هم داره یه چیزایی میگه. نه، انگار یه جادوگر سمت اون درخت وایستاده داره یه کارایی میکنه. آره دستش معلوم شد، یه جادوگره. این شب میرن تو قبرستون تلسم مرگ میبندن، تلسم جدایی میبندن، این شکلیه. وای این ویدیو رفقا، این ویدیو رو ببینید. این ویدیو تو انگلستان اتفاق افتاده. طرف رفته بوده مسافرت با زنش، موقعی که برگشته ورودی خونه همچین چیزی رو دیده، انگار یه جن توی خونه است، از یه طبقه به طبقه دیگه انتقال پیدا میکنه. نگاه کنید، واضح افتاده. میگه داخله اینا، میبینید تشکیل میشه. رفت پایین، سریع اومد تو طبقه پایین. سرعت اجنه دقیقا همینه. دو سه تا ویدیو دیگه هم باز یه دونه نشونتون میدم. ویدیو امشب تا آخر ببینید. نکنید اینجا دوباره میاد پایین، اون بالا تشکیل شد. حالت از بین رفتنشو ببینید. ادیت باشه من سریع متوجه میشم. پایین، اینا جلوی در وایستادن دارن فیلم میگیرن.
نگاه توی اون خونه داره زندگی میکنه. ویدیوی بدروف آقا، این ویدیو خیلی وایرال شده. یه جادوگر آفریقایی، افریکن ماجیک، که از طریق کاغذ موکلاش براش پول میارن. این یه نوع موکل جادو چیز نیست، شعبده بازی نیست، موکله که برای اینا پول میاره از کاغذ پاره، نه کات میخوره نه چیزی، نما کنی هیچی توش نیست. دستشو ببینید، ببینید چقدر پول در میاد. معلومه از آسین ماسینش هم در نمیاره. اینو من به یه استاد نشون دادم، گفت موکله. چقدر پول در اومد از تو آسینش در نمیاد. همچی پول زیاد میشه، ببینید میزنه زیاد میشه. خیلی ها دنبال این جادو هن، خیلی ها دنبال این جادو هن، خیلی ها دنبال موکل میگردن. به منم خیلی پیام میدن آقا پویا ما دنبال موکلیم. سب کنید ببینید، براتون ویدیو آماده کردم، کسایی که موکل دارن چه بلایی سرشون میاد. از میلیون ها نفر یک نفر شاید اینجوری بشه، بتونه اون جن رو تحت اختیار بگیره. نه جادو آفریقاییه. ویدیو بعدی رفقا، اینجا یه راننده آمبولانسه داشته توی خیابون میرفته، هیچکی عقب آمبولانسش نبوده، یهو سر صدا از پشت آمبولانس میشنوه، از ترسش سکته میکنه، پیاده میشه، میاد عقب توی کوچه از آمبولانس فیلم میگیره. نگاه کنید چی میشه. یواش یواش میره سمت آمبولانس، قبلش دوربین سمت خودش میگیره، میگه به خدا قسم میخورم یه چیزی پشت آمبولانسمه. آروم آروم میره سمت آمبولانس، میخواد دوربین و موبایل رو بندازه توی خود آمبولانس ببینه چه خبره. یه روز عادیه توی آمریکا. سرعت جن رو اینجا متوجه میشه چقدره. دوربین انداخت تو ماشین. گوش بده. از پشت صدا میاد. تک تک. اینا. این صدا از پشت بود. هیچ مریضی نداره. جایی صدایی نمیاد. خودم خیلی دلم تنگ شده واسه این ویدیو، هیجانش خیلی بالاه. بر میداره دوربینو، میاد عقب. اصل داستان اینجاست. خیلی ها با خانواده میبینن ویدیو رو. دمتون گرم. اینجا نمیگه اون بغل یه چیزی هست، دوربینش فوکوس نمی کنه ولی یه چیزی رو میگیره. دیدید؟ یک بار دیگه، دو بار. دیدید؟ یه چیزی سیاه با سرعت رد میشه توی آمبولانس. واقعا نه، یه بار دیگه تکرارش رو ببینیم. دیدید؟ با سرعت داخل خود آمبولانسه. به این میگن سرعت این موجودات. سه دفعه رد شد. این صحنه استشه، دوربین فوکوس نکرده تازه. این میگه یه چیزی هم سمت چپ انگار. چه خدا میدونه چی تو این آمبولانس بوده. وسط خیابون پیاده شده فرار کرده. اینا از الکی نبوده داستان. ویدیو بعد، طرف توی خونش زنه با چند تا سگ، رد و برق شروع میکنه به زدن، داره فیلم میگیره رد و برق. یه جن، من بهش میگم جن عروس، سفید وایستاده جلوی دوربین موقع رد و برق. دقت کنید دورش دایره است، میبینید وایستاده اونجا، چقدر قشنگ گرفته. سگام دارن واق میزنن. آقا اینا وایستاده، سفید
جله رد و بخ که میزنه این معلوم میشه. این هاشش. چند سال پیش دیگه انقدر سبتی های واضح اینجوری نداشتیم، ولی الان دیگه واقعا البته هر دفعه این سبتی ها بیشتر میشه. ویدیو بد رفقا، تو این خانواده این زن و شوهر با هم دیگه بحث دارن میکنن، زنه موکل داره، وقتی مرده باش بحث میکنه از قبلم میدونه که این زنه موکل داره، اذیت میکنه خودشو، یه جورایی نشون میده، نگاه کنی چی کار میکنه زنه. دارن با هم بحث میکنن، اینا بهش میگن گست روح، ما بهش میگیم موکل. میگه یه زنه میگه شیز، یعنی اون موکلش مؤنثه، مثل خودش دختره. میگه بگو نکنه این کارو، میگه بگو بیخیال شه نکنه این کارو. میگه همه چی تکون میده، بگو نکنه. این نمیدونم یه اسپریه میزنه، میگه بسه بسه نکن. قبلش هم میگه من تو خونه دوربین گذاشتم که اینو بگیرم، اینها اینی تکون میده. پسره دیگه انقدر دیده میخنده. ببین قدرت خود زنه نیستا، و یعنی من دستشو یه تکونی میداد، اون قدرت کنار، تلکنزی بهش میگن، این موکل زن است. یه خط نکن دیگه، یه خستم کردی اسپره، حالا نمیدونم چی توشه، میگه تو دارم میمیری. آمین. دقیقا مثل اسپره هایی که ما استفاده میکنیم، اونا هم دقیقا همچی چیزی دارن، توش دعا میخونن و استفاده میکنن. این مردم دقیقا همینه، توی خونهش انگار یه روح زندگی میکنه. نها کن چی کار میکنه، این فوشش میده دیگه، یه بابا نکن این کارو، این کارت نخو، این چیزا نیستش، کنید میکوبه، داره فوشش میده. یه بار دیگه کنید، آینه رو قشنگ داره را میبره، داره بس. خیلی هاشون هستن توی خونه هاشون هست، باش زندگی میکنن، باش عادت کردن. خیلی هم هستن توی کامنت ها میگن اینا که ما داریم، ولی ما باورشون نمی کنیم. طرف میگه بابا من باشون زندگی میکنم، 4 تا 5 تا. یه برو بابا. خیلی موقع هم خودشون اجازه نمیدن که شما دوربین نصب کنی، ازشون فیلم بگیری، اذیتت میکنن، برای همین ثبت نمیشه. ویدیوی بعدی رو فقط، این ویدیو قدیمیه، تازه به دستم رسیده، ناکنید توش چه اتفاقی میفته. دختر بچه از روی تخت بلند میشه، شناور میشه، یه بار دیگه ببینی دوربین مدار بسته گرفته، من واقعا حرفی ندارم. صبر کنید مصاحبه های بعدی که گرفتم و باید ببینید چیزهای این روزا میبینم. ویدیو بعدی رو فقط، یه دوربین مدار بسته است توی این خونه گذاشتن، چند روز قبل دزد اومده. این دوربین مدار بسته اتفاقی یه چیزی رو ثبت کرده. این دوتا دختر خونه، نا کنین اولی رفت سمت راست، دومی هم از مدرسه از دانشگاه برگشتن، در باز گذاشت، جفتشون رفتن سمت راست، یه چیز سیاهی یهو میاد پشت در. اینا این چیه؟
توی همین روزا هم توی خونه و از توی زیرزمین خونه سر صدایی میشنون. ناکنید چجوری میاد؟ یهو میاد. هیچکی پشت در نبود. هیچکی پشت در نیست. یهو میاد، یه دفعه هم غیب میشه. دوربین های مدار بسته تو خونه گذاشتن، از تو زیر زمین اینا هم صدا می اومده. ویدیو بعدی اینم یه دوربین مدار بسته است، دختر بچه از پله میاد بالا، انگار یه چیزی میبینه، جیغ میزنه، مادرش نشسته تو اتاق، جیغ میزنه، فرار میکنه. مامانه این خیالش نیست. خوبی دیدن این ویدیوها میدید چیه برای خانواده ها؟ این که یاد میگیرن و متوجه میشن که آقا تو خونه اگه کسی جیغ زد، اتفاقی افتاد، یه چیزی هست. همجوری سرسری نمیگیرن، باور میکنن بهش. حتی خیلی هم نترس شدن با این ویدیو، یه نمیترسن. دوربین چند دقیقه میگذره، چند ثانیه میگذره، در نیمه باز میکنه ببینه هست یا نه. هستش، میبینتش، دوباره در میبنده. چند لحظه بعد صدای باز شدن کابینت میاد. دختر بچه دیده. نه، داره میبینه دوباره. ناله کرد. مامانه که اصلا معلوم بود از این بیخیال هست. تا اینجا این صدای کابینت بود که باز شد. تا اینجا اگه لایک نکردی ویدیو رو، یه لایک بزن. بعدی این ویدیو توی موزه گرفته شده، خیلی هم وایرال شده توی تیک تاک. صورت خود این مجسمه توی انعکاس شیشه دور مجسمه معلوم میشه، صورت واقعی، انگار یه مرده از اهرام مصر. کلاشو ببینید، انعکاسش، یکی فیلم گرفته از این، انعکاس مرده رو ببینید، همونه، انگار روح این مجسم است بالا سرش. جلال خالق. لحظه این خود همون مجسمه، ریشش، صورتش، کلاش. دی هم دقیقا همینطوره، دارن یه ویدیو میسازن برای یوتیوب، وسط ویدیو اصلا ربطی نره به ترسناک، یهو یه چیزی پشت اون بوته ها در اومده. میبینید این رفتش، یه لحظه، این ثبت لحظه ای، این هاشش، انگار یه نمیدونم چیه، زامبیه، شبیه زامبیه. ویدیو بعدی طرف داره از بچهش، اینم دقیقا توی کشور آسیاییه، از بچهش فیلم میگیره، پشت پنجره که داره فیلم میگیره دوتا صورت معلوم میشه، داره توی این استخرها بازی میکنه. صورتها رو ببینید، دیدی؟ داره با بچهش بازی میکنه، اون پشته. توی افسانه های ژاپنی دقیقا این صورت ها اومده، تو افسانه های ترسناکش. حالا من دارم راجبش تحقیق میکنم، یه ویدیو میخوام بسازم. نگاه کنید، یه صورت توی انعکاس شیشه پشت بچه است، دوتا. ویدیو بعد رو فقط، توی این ویدیو انگار یه جادوگره برای حامل شدن دو نفر میاد بالا سرشون، اونا اون کار رو انجام میدن. این ویدیو خانوادگی نیست، این ویدیو خانوادگی نیست، اینه بگم. بالا سرش وای میسه، یه وردی میخونه، توی کشور اندونزیه، مالزی، اندونزی انجام میشه. کلا خیلی خور این داستانا رو اعتقاد دارن. میره اون زیر میخوابه، با هم دیگه داستان میکنن، اینم اون بالا سر یه کاری میکنه که اینا بچه دار بشن مثلا. پا
پشتشو میبینی یکی نشسته داره میخونه و قشنگ مثل اون پیامبر توف توفه. این حالا توفه یه چیز دیگه است. ما کنی نگاه هم میکنه قشنگ. چه خبر شده اون زیر چه خبره؟ خوابیده دو تا جادوگر بالا سرشن ورد میخونه که اینا بچه دار بشن. الحمدلله خدایا توبه. رفقا این ویدیو در اومده توی فضای مجازی که انگار توی تایلند نمیدونم مالزی کجاست یه جا توی هتل وی آی پی اسمش یادم رفت 600 نمیدونم چند، توی این هتل برای کسایی که دوست دارن دخترها میان صف میکشن، وسط اینا یه دختر ایرانیه که از خانوادش فرار کرده، اسمشو نمیدونم المیرا نمیدونم چی از دست خانوادش فرار کرده، اینا توی این ویدیو این دخترشونو میبینن که خودش هم شکل و شمایل تایلندیا در آورده. ببینید توی اتاقا معمولا وی آی پیاش میان همچین دخترهای میان صف میکشن طرف انتخاب میکنه، قیافه ها رو ببینید همچین شیک و پیک هم هستن، وسطشون حالا این مادر پدر رفتن دنبال این دختر، اینا این سبزه میبینید تابلو ایرانیه، میکاپشو شبیه به تایلندیا در آورده. من اولین بار توی تلگرام این داستانشو شنیدم. آخریه همچین وی آی پی هن دیگه. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید، امیدوارم ویدیو لذت برده باشی، لایک و کامنت و ساب یادتون نره، قلب منید، منتظر ویدیوهای خفن و مصاحبه‌های خفن من باشید. دمتون گرم، آخر هفته خوبی داشته باشید، من پویا هستم و خدا نگهدارتون.